سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز و محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یگانه بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر. امروز دوباره در خدمت شما هستم با داستانی زن افغان از ایران، از شهر زیبای شیراز. و عزیزان دل و از راه دور و دراز که خیلی این روزها ما خبرهایی از ایران میشنویم و چی راست چی دروغ بسیار خبرها در گوش ما میرسن. امروز داستان دختر افغان از شیراز براتون قصه میکنم که گوش کنید ببینید چی گفته و چی ریلیشنشیپی را اینا با ایرانی ها دارن و داشتن و دارن. خب عزیزان، پیش از اینکه داستان زن افغان از ایران براتون تعریف بکنم، پیش از اینکه ما تعصب داشته باشیم در هر چیزی، بیاین حقیقت بگویم. من اول یک تشکری بکنم از تمام شما بابت پیام ها و کامنت های زیبایتان و لایک و فالویتان. درست هستم، با آدم های حسود و آدم های تنگ نظر مخالف هستم، ولی همیشه سعی میکنم، کوشش میکنم که تا جایی که میتونم حقیقت رو به گوش شما برسانم. امروز ما داستان زن افغان رو براتون میگم، گوش کنید. داستانش هست و خودش بر ما فرستاده و با هم دیگر حرف زدیم و افغانم هست. ببینین چی میگم. چیزایی که ما میشنیم در سوشال میدیا و ما دور بیرون از افغانستان هستیم و از ایران و افغانستان هستیم، هر کس هر چیزی گفت ما باور میکنیم. یک اتفاق کوچک که میافته دیگه خرد و کلان ما میخیزیم، های افغان های نیتو بد است، ایرانی ها میگه، های ما میگیم ایرانی های نیتو بد است. کس نمیفهمه از راه دور که چی درست است و چی خراب است، یعنی چی حقیقت است یا چی دروغ است. ببینید امروز خواهر ما هم داستانش فرستاده که من براتون قصه میکنم. در یک تیر چند نشانه زدم. سلام خواهر سارا، امیدوار هستم گفته خوب باشی. علیک سلام خواهری عزیز و قندم، از راه دور میباسمید. من همچنین شما را میباسم. گفته دختری هستم، دختری از مزار شریف اصلیتم هست، ولی در ایران به دنیا آمدیم. در مشهد مقدس در شهر زیبای تبرسی به دنیا آمدیم و همونجا کلان شدیم و در همون مشهد عروسی کردم. عروسی کردم با یکی از افغانای از قومی، حال نام شهرش بگیرم، کلتان زیر رگبار میگیرین مرگ های مردم اونجا را بعد گفته این مردم اینجا خود نمیگم. گفته عروسی کردم با یکی از شهرهای دیگه افغانستان در مشهد، یعنی اگر این مزاری بوده با کابلی یا با قنداری یا با ایراتی عروسی کردم، منظورمی هستم با افغان عروسی کردم. عروسی کردم، 14 ساله بودم که بچه را دیدیم، بچه خانه ما آمد، گپ زدیم. من یک دختر بسیار هوشیار بودم، شوی من از سر من 10 سال کلان بود، ولی 14 ساله بودم. خب شیرنی خوردیم تا 15 سالگی رو عروسی کردیم. وقتی که من خانه اینا عروسی کردم رفتم، پیش از اینکه من عروسی بکنم اینا خانه ما میامد و میرفت و شواد خانه ما خو میکرد و خب داماد ما بود و شوهرم بود و در خانه بابه ما، یعنی هم بستر شده بودیم. وقتی که من در خانه اینا رفتم، مادر اینا و خواهر اینا مرا بسیار اذیت آزار کرد که تو دختر نیستی، تو باکره نبودی. من هرچی که در بچه اینا گفتم برو پیش روی مادر دستاز شو، پیش روی خواهر دستاز شو، گفت من خجالت میکشم. که کار ما اینقدر در بدی کشانده شد که جنگا شد بین ما، که مادر اومد قرآن در بغل اینا ماند که برو در مادر و خوارایت بگو ایچی روز از در جای میشنن میگن عروس ما دختر نبود. که بچه اینا خسته روی مادرش که زنی ما هسته، چرا شما گب کلون میکنین؟ به این اتفاق بعد از یک ماه تقریبا افتاد که مادرم با قرآن آمد در بغل عزیزت که زود برو بگو که آبروی ما رو برد مادرت.
این پیش مادرشان احساس شد و مادرش خواهرش خب بعد از او دیگه شروع شد جنگ بین خانه که تو در زنت پشتی میکنی و پشتی زن تکرده و نمیفهم تو را زنت سوار شده و خب این قدر روزگار مره اینا بد میکرد خواهر سارا که من از دست اینا نان خورده نمیتانستم. خوشویم یک دفعه شب میگفت چی تو بازی دادی ما میفهمیم تو دختر نبودی چی تو مادرت آمد با قرآن در بغل بچه ما زد. خلاصه صاحب یک طفل شدم بعد از اینکه عروسی کردم و در خانه اینا من یک سال بعد شامله شدم صاحب یک طفل شدم که زندگی را نتانستم پیش ببرم. یعنی هنوزم من 20 سالم نشده بود که من مجبور شدم طفلک اومد از جای ملا کنم فرار کرده خانه پدرم برم که پدر جان یا من را میکشین یا من از طلاق میگیرم دیگه با این زندگی نمیکنم. که ما در خانه پدرم تقریبا 2 سال ماندیم در دادگاه هرچی که دادگاهی میشدیم این دادگاه اینا میگفت ما طلاق نمیدیم دادگاه هم طلاق مرا نمیداد. 2 سال کامل ما کش داشتیم بالاخره تا اینکه اینا گفتن باید عروس ما که رفته اینا خرجی که ما کردیم پس بتبر ما وگرنه ما طلاق نمیدیم. ما مجبور شدم مهریه ما ببخشم بچرم خب بچه از اونا بود مهریه ما برازی ببخشم که اینا میگفت اگه ما طلاق بدیم بچه را مهریه نمیدیم. مجبور شدم مهریه ما ببخشم از بچه بگذرم و طلاق بگیرم. وقتی که طلاق گرفتم ما خب میگه او در گلو زیر پای بچه زیر پای بسیار اذیت شدم چون از بچه دور شدم اینا بچه را پیش من نمیماندن و بسیار حالم خراب میشد. تقریبا 1 سال در خانه بابم همون قسم بودم هر کاری کردیم اینا بچه را در ما نشان نمیداد و نمیداد که بچه را اگه بچه را مادرش ببینه بچه دعاوه میشه. بیخی اینا از مشهد کشیده رفتن طرف اصفهان و تهران و اونجا رفت که ما دیگه اینا را من هم فامیلم نماندن که من دنبال ازی برم خواهر سارا هم نتانستم دیگه. خب بعد از 1 سال که اینا رفتن از مشهد بیرون و من سال دوم بود که من دوباره درس شروع کرده بودم در یک مکتب بزرگ سالان درس شروع کرده بودم در خانه میخواندم رفته فقط امتحان میدادم که من اونجا بخواهیم یک چیز بخوانم و که سرگرم زندگی شوم. پدر و مادرم میگفت دیگه ما دختر ما رو در شوی نمیدیم. بسیار خواستگار میامد ولی پدرم قبول نمیکرد میگفت نه. 6 ماهی بود که اونجا درس میخواندم با استادی که اونجا بود بسیار دوست شده بودم. استاد برادری داشت که زنش طلاق گرفته بود. استاد ما زن بود و او برادری داشت که زنش طلاق گرفته بود. همیشه توجه اونا طرف ما بود که تو بسیار مقبول هستی و تو یک دختر بسیار جوان هستی چرا عروسی نمی کنی؟ زیاد از ما پرسان کرد. من روزای اول در زبان نمی آمدم میگفتم عروسی نکردیم. یک روز برش بسیار بغض و برش ترکاندم گفتم من عروسی کرده بودم. بعد از اینکه یک اولادم کردم زیاد من اذیت کردن من آمدم خانه پدرم و طلاق من گرفتم بالاخره در سختی و حالی هم که میبینین که من درس میخوانم من در کس نگوین من کس نمیفهمه که من در این سن که من طلاق گرفتم. خانم استادی که ما را درس میداد گردن مرا بغل کرد بغلش گرفت و مرا گفت بچه ام دخترم تو هیچ گناهی نداری. گفت خانواده تو بد بوده بیشعور بیشرف بوده حال تو چرا میشرمی که من پیش کس نگو که من عروسی کردم. با سر بلند بگو عروسی کردم طلاق گرفتم. گفتم نه خانم بر از مردم نگو من میترسم که مرا طلاقی گفته که طلاق گرفته. گفت یعنی چی که طلاق گرفته طلاقی میگفت مردم ما خوب مردم نیستن. گفت دخترم تو تازه وقتی اول جوانی تست تشویش نکن بهترین شوهر برات پیدا میشه. یک لبخندی زد و بسیار هم تو از زیر چشم مره میدید. استاد ما بود و دایم من سر وقت سر درس میرفتم و در خانه میخواندم گاهی میرفتم امتحان میدادم ولی کوشش میکرد مره میگفت همیشه حضوری بیا مکت تو کار میکنم. 1 سالی از ما بین گذشت و ما تقریبا 9 سال تمام کردیم که آخر امتحانای ما بود که از ما پرسان کرد که خانه تان کجاست.
در خانه چیا داری؟ مادر داری، پدر داری، خواهر برادر داری؟ گفتم ما دارم، مادر دارم، پدر دارم، خواهر دارم، از خودم خورد است و برادر دارم. گفت خواهر داروسی کرده؟ گفتم نه، خواهرم درس میخوانه، پدرم اجازه نمیتم. میگه هم یک تان که عروسی کردین نه، تو بدبخت شدین دیگه تان تا خودش خوش نکرده، من نمیخوایم که عروسی کنم. خب خلاصه از من آدرس خانه را گرفت، گفت بچه من یک روز خانه تان میایم. گفتم بر چی میایی خانم؟ گفت میایم از فامیلت خبر میگیرم و میایم شما رو میبینم. چه یک دختری با تربیه و یک دختری با شخصیت، چقدر لباس مقبول میپوشی و چقدر بسیار از من تعریف کرد. پدرم در تبرسی، پدر مادرم خانه داشت و پدرم دکاندار بود، آدم بسیار سرمایه‌دار و پولداری بود. خب خلاصه شروع شماره تلفن گرفته بود از ما، یک روز زنگ زد بر من، گفت که من خانه تان میایم. من برای مادرم گفتم مادر معلم ما خانه ما میای، آدرس خانه گرفته. گفت چرا بچه‌م؟ گفتم نمیفهم مادرم تو. گفتم میایم سر زده. مادرم یک رقمک دستپاچه شد، گو خانمانه رو جور کرده بود خانه ما پاک، یک کم شیرینی میوه هم تو چیزا رو جور کرد. گفت خوب خوش بیای استادت هست. وقتی اومد در خانه ما، برای مادرم گفت که من از دخترت بسیار خوشم آمده، من یک برادر دارم که زنش طلاق گرفته و خارج رفته، یک بچگک دارم، زندگیشان در شیراز است، من میخواییم که دخترت برای بیادرم خواستگاری بکنم، اگر قبول کنین من خود بیادرم میارم و دست بوزتان بیای شما رو ببینه و دخترتان خواستگاری میکنم. مادرم یک نگاهی عمیق طرفم کرد، گفت دختر ما طلاق گرفته، شما میفهمین به خاطر بچهش بسیار دخترم اذیت شد، ولی خدای نکنه که یک روز دوباره دختر ما با بیادر تارسی کنه که زنش هم طلاق شده و خدا نکنه که یک بدبختی روی بدبختی. نه خواهر جان استاد، ما دختر ما رو دشوی نمیتیم، بازم ما شما ایرانی ها رو نمیشناسیم، ما بیادرت زنش طلاق شده، به خاطر او ما دختر نمیتیم. و این معلم بسیار شله شد، گفت یعنی چی که برادرم زنش طلاق گرفته خارج رفته؟ گفت برادر من نه کدام قاتل است، نه برادر من کدام، برادرم یک آدمی است که خود برادرم مدیر است، مدیر مکتب و یک بچگک داره که از بچهش مواظبت میکنه و زنش حتی بچه رو هم که خود نبرده، بچه رو 2 ساله هلاک کرده بود پیش برادرم. گبایش ازت گفت شما بین خود گپ بزنین، من دوباره میایم و حتما لطفا بین خود صحبت بکنین، برادر آدم خوب است، من دوباره میایم که ببینم شما چی میگین که برادر من زنگ بزنم بیایه. ای که رفت مادرم برای من گفت بچه‌م کدام، یعنی دایی زن کدام تو وعده موده کردی؟ گفتم نه مادر، به خدا دمه یه چیز نگفتم، من هیچ خبر نداشتم، فقط گفت آدرس خانه تانو بتین، ما میاییم خانه تان و ما آدرس دادم، میام اومده خانه ما. مادرم گفت که بچم دلت جمع که، افغان خود ما که نشده، ایرانی که هیچ بر ما نمیشه، هوش کرده باشی که هیچ وقتی عوض نکنی که با ایرانی عروسی کنی، این مردم با ما فرق میکنن، خورد و خوراک اینا، غذا اینا و رسم و رسومات اینا دیدی که زنای اینا بسیار جرارتر و زرنگتر است از ما، مردایشان هم همون قسم، نمیتانی با یک ایرانی جور بیای، او هم یک بچه دارم. من گفتم مادر من خو هنوز نه اونا رو دیدیم نه گپ زدیم، حالا تو چرا کم کم گرفتی؟ مادرم گفت امیره پیش از اینکه در پدرت بگویم در خودت گفتم که این زن اگر بر تو زنگ زد بگو نه دیگه نبیا، پدرم مادرم قبول نمیکنم. خب خلاصه یک 5-6 روز از ما بین تیر شد، خانم برای من زنگ زد که چطور هستی دخترم خوب هستی؟ زن میان سال بود، تقریبا هم سن و سال مادرم، ولی لوکستر و شیکتر از مادرم بود. چطور هستی دخترم خوب هستی؟ گفتم خوبم. استاد شما چطور هستین؟ گفت من خوب هستم دخترم. میشه که بیایی روزه، یعنی روزه امام هشتم، امام رضا، بیاییم هم دیگر رو ببینیم و یک صحبتی داشته باشیم دور از پیش مادرت، که مادرت نباشه، مادرت نفهمه که ما زنگ زدیم، چون مادرتو من میفهمم یک مادر هستم، یک کمک تشویش و استرس دارم.
گفتم خسته ایسته استاد میاییم. از مادرم اجازه گرفتم گفتم با دوستایم میروم، چون مکتب ما تعطیل شده بود. گفتم با دوستایم میروم، مادر یک زیارت میروم حرم، باز برمیگردم. مادرم گفت خب صحیح است بچه‌م، برو مواظب خودت باش. رفتم می خانم از جایی که گفته بود، ما آرده ما دیدیم و از همون جایش زیارت نرفتیم، رفتیم در یک رستورانی که هم غذا بخوریم و هم همونجا صحبت بکنیم. گفت یک جایی بریم که هر دوی ما راحت صحبت کنیم و هم یک غذای بخوریم. وقتی که رفتیم سالن در رستوران غذاخوری، ششتیم هر دوی ما در سر رو به روی ما ششت و یک میز بسیار هم مقبولک و صدا کرد که برای ما غذا بیار و مینو را آورد و خب چی میخوری و هرچی خوب سفارش داد. ما هم گفتم همون رو میخورم و هم کارش هم میکرد و هم زیر چشمی طرف هم میدید. برای ما گفت بچم تو زیر سن نیستی، در بلوغ رسیدی، یک زن هستی که یک طفل هم داشته، شوهر هم کرده، طلاق هم گرفته، فعلا مجرد هستی. ما میخواییم فقط برادر ما ببینی، اگر خوشت آمد به پدر مادرت بگو، اگر خوشت نامد اونمونجا ختم میکنیم، دیگه نمی پشت تو رو میگیرم و نه تو هم دیگه گپ در فامیلیت بزن. به خاطر امروز تو رو اینجا خواستم که شما دخترای افغان همیشه پدر مادرتان خودشان داشوی میتن و تو حال کلان شده بچه، بیا استقلالت در دست خودت است، خودت انتخاب کن. من از تو بسیار خوشم آمده چون ما تا حال با افغان ها وصلت نکردیم. ما از یک خانواده بسیار کلان هستیم، اصلیت ما شیرازی هست و ما در مشهد شوهر کردیم، با شوهرم اولادایم در مشهد زندگی میکنم. بسته برادرها و خواهرای ما و فامیل ما در شیراز است. اگر قبول میکنی ما زنگ میزنم برادرم بیاین همدیگر رو ببینید، اگر خوشت نامد همونجا جواب کو بر ما زنگ بزن، یا که همونجا بر برادرم بگو دیگه وش کرده باشه طرفی خانه ما دور نخوریم، ما با ایرانی وصلت نمی کنیم. میگه ما نان میخوردیم، خب شروع کردیم در نان خوردن. گفت بعد از اینکه نان خورده شد بر ما جواب بده که گپ میزنیم. ما هیچ متوجه نبودیم که در اون رستورانی که ما رفته بودیم برادر ازیام همونجا ششته بوده و ما رو میدیدم. نان خورده شد، گفت بچه میالی چی میگی بر من؟ من بری برادرم زنگ بزنم یا نزنم؟ من یک فکری کردم، گفتم حالا که من خورده کسی نمیتونه. راست میگه همی استاد ما، من آرسی کردم، چی روزا رو دیدم، طلاق گرفتم، فعلا درس من میخوانم، ولی من هنوزم میگم پدر و مادرم باید تصمیم بگیرم. پدر و مادرم اجازه نمیده، بیرون میرم از مادرم اجازه میگیرم، درون میایم از مادرم اجازه میگیرم. حال باید یکم من استقلال خود در دست بگیرم. گواهی استاد یکم در سرم تاثیر کرد، گفتم ما زنگ بزن استاد. موبایل در دستش گرفت، گفت الو میتونی بیایی جای ما بشینی، ولی من میرم چای بیا تو خن، اسم مرا گرفت و چای بیا تو کده فلانی خانم بخور. من حیران ماندم، گفتم یعنی چی؟ یک دفعه که دیدم که یک مرد بسیار یک خوشقواره و اما تو خوب مرتب، لباسای مرتب و منظم در جانش آمد و بغل میز استاد شد، سلام علیک کرد. من احساس کردم صاحب رستوران دستم. گفتیم برادرم و این مرا نشان داد، گفتیم فلانی. گفت بیا اینجا بشید، شما دوتا بین خود قصه کنین و چای بخورین، دیگه من شما رو تنها میمانم، من رفته در او سر رستوران میشینم، در شما کار ندارم. که من گفتم نه استاد بشین تو هم. گفت نه من نمیشینم، شما بشینین بین خود راحت باشین. یکی خیست و از رستوران به نظر من رفت بیرون، که من احساس کردم رفته بیرون. برادرش بسیار مرتب و با اخلاق بسیار خوش با من سلام علیک کرد، که خواهرم بسیار از شما تعریف کرده، گفته یک دختری بسیار خوب است و یک دختری بسیار هوشیار و یک دختر بسیار فامیده و بسیار از تو تعریف کرده. و تقریبا ما دو روز است که آمدیم در مشهد که خواهرم خواست که ما هم دیگر رو ببینیم، و امروز اگر تو نمی آمدی قراری که با خواهرم بر تو زنگ زده بود، ما دوتای ما آمده بودیم حرم. خواهرم گفت باش یک زنگ میزنم، اگه دختر جواب داد خب فوراً
طلب میکنم شم. اگر جواب نداد خب هیچ دیگه ما دوباره خانه اینا میروم و یک قرار دیگه میمانم که شاید خدا کرد که شما دوتا با هم دیگر جور آمدیم. یه قصه میکرد و من گوش میکردم. من خجالت کشیده بودم، سر و پایان انداخته بودم، طرف میدید میگفت چرا بالا نمیبینی؟ من خود تو را نمیخورم، خب ما آدم هستم، طرف من ببین. یک بار طرفش میدیدم، هر دفعه که طرف ای میدیدم یعنی من احساس میکردم که خداوند کسی را که میخواستم بر من روان کردم. بسیار خوشم آمده بود ولی از خجالت سر ما بالا نمیتونستم، در حالی که من یک دختر درس خوانده و شوی کرده و به گفته افغانا طلاق شدگی بودم. خب خلاصه کم کم با شوخی های شوهرم و با حرف های بسیار شیرینی که زد من دیگه کم کم رویم باز شد و ازش پرسان کردم که چرا زنت طلاق گرفت؟ گفت زن من خارج رفتنی بود و هرچی من رو میگفت بیا بریم، من میخواییم بروم امریکا پیش فامیلم، من میگفتم نه من نمیرم و من همینجا کارم دوست دارم. وش زن من دهی معاش من و دهی حقوق من قبول نداشت، میگفت کم است و باید ما خارج بریم. ما هم که تو میفهمی من مدیر هستم، مدیر مکتب که قدر معاش زیاد نداره، بازم خدا رو شکر یک خانه از خود دارم، یک موتر از خود دارم و یک بچگر دیگه هیچی. یک مقدار پول و پیسه داشتم، زنم گرفته برد و طلاق گرفت از من، دیگه همچین ثروتمند نیستم. اگر بخوای با من عروسی بکنی یا مرا قبول بکنی یعنی زندگی را بر تو به هیچ جور میکنم. من میفهمم زندگی گذشته تو خوب نبودم، ولی از من زن من بسیار دوست داشتم، ولی زن من مرا ایلاک کرد. زن من بسیار خوشگذران بود و بسیار یک زن بود که بلند پرواز بود، میگفت اینجا خوب نیست، در ایران زندگی نمیشه. هر کاری کرد من نرفتم، بالاخره طلاقش گرفت و رفت و مرا با یک بچه 2 ساله که یال بچه من 3 ساله شده تنها گذاشت و رفت. زنم 1 سال پیش رفته و من 1 سال است که با بچه‌م تنها هستم. یعنی پیش از اون که زنم بودم من تنها بودم، چون زن من فقط شکر و مسافرت ها با دوستایش میرفت و من تنها بودم، نمیتونستم چیزی برش بگویم چون زن من بسیار دوست داشتم. هر دفعه که ای میگفت من زنم من دوست داشتم، من احساس میکردم که نه، بیا میره شوی نکو کتمی آرسی نکنه نکنم زن پس بیایم. برش گفتم خوب مثلا اگر ما و تو پدر مادر ما قبول بکنم تو را ما و تو عروسی بکنیم، یک روز زن تو پس بیایه، بعد تو چی تو میکنی؟ گفت اولی که زن ما پس نمیایه، وقت تو از اینجا رفت پیش از اینجا که بوره او همه کارایش با یک مرد دیگه جور کرده بود، رفت امریکا و عروسی کردن. دو من اگر او پسم بیایه دوباره او پیش من دیگه جایی نداره، چون او مرا تنها رها کرد. یک وقتی دیدم که ساعت بسیار دیر شده، موبایل نداشتم همراهیم، گفتم مادرم نگران میشه، من گفتم محرم میروم، ببین 4 ساعتی تقریبا زیادتر شده که من اینجا هستم. بر من گفت که میریم یک حرم زیارت میکنیم از امام 8 میخواییم که من و تو را یک جای بکنم، همون قسم که خواهرم از تو خوشش آمده مام از تو خوشم آمده. گفتم که تو رسم ما افغانا رو میفهمیم، ما فامیل ما پول میگیره دختر شبیتا، شما ایرانی ها که پول نمیتین. گفت یعنی اگر تو رو بر من بتا سودا میکنه؟ بدون خنده و شوخی هم تو گفت. گفتم یعنی چه سودا چیه؟ ما رسم داریم که باید قلین بگیریم. گفت یعنی همون شروه ها رو میگی؟ گفتم ما. گفت اگر هرچه در توانم باشه برای پدر مادرت میتون، ولی خدا کنه که اونا مرا قبول بکنن. اگر اونا مرا قبول نکنه چی؟ تو قبول داری که زن من شوی؟ من خجالت میکشیدم و طرفی میدیدم. خب خلاصه رفتیم زیارت کردیم و من طرف زنانه رفتم و این طرف مردانه که برای من گفت که از اونجا آمده بیرون، گفت چه احساس میکنی؟ گفتم نمیفهمم. گفت من احساس میکنم که فامیلت قبول میکنم.
حال خواهرم برای فامیلت زنگ بزنه یا خودت میگی؟ گفتم نه نه، من خجالت میکشم، باید خواهر زنگ بزنه. اگه مادرم بفهمه که من شما را دیدیم، و خدا که دو پایش از یک بود میکنه که ایرانی را قبول نمیکنیم. یک خنده دور دراز کرد و برای من تاکسی گرفت. گفت دادان دروازه تو را میرسانم، چون خواهرم فعلا گفتم در حرم هستم، من تو را میرسانم و پس برمیگردم. گفتم نه، اگر کسی تو را با ما ببینه، من او طلاق گرفته، افغان ها بسیار پشتگرد میگرده، در نزدیکی های خانه ما دو فامیل افغان دیگه هم هست که 24 ساعت بچه‌هایشان یا مردشان یا زنشان مواظب هستن و ما را میشناسن. خلاصه بر من تاکسی گرفت و تا دان دروازه آمدم، یعنی دلم پیش او مانده بود و من خانه آمدم. من که خانه آمدم و در خانه تقریبا غروب شده بود که مادر جانم از من پرسان کرد که آنچه رقا دیر کرده. گفتم با دوستایم بودم، خب دیگه گیر نداد. یک ساعتی از ما بین تیر شده بود که خواهر اینا در خانه ما زنگ زد. مادر برای مادرم گفتم مادر استاد ما زنگ زده. گفت خوب کتش سلام علیکم و سلام برسم. گفتم استاد ما میگه ما خانه تان میاییم امشب. گفت چرا، برای چی میاییم؟ گفتم مادر خوب مثل اونمو دفعه قبل میخوای خواستگاری بیاییم. مادرم گفت تلفن قطع کن، بگوی باز ما برای تو زنگ میزنیم یا خودت تو یک ساعت بعد زنگ بزن. تلفن قطع کردم. مادرم گفت بچه امچنان همچین میگه استاد ما او دانه تا قرط میکنی که خواستگاری میایم، میخوای که زن ایرانی شوی؟ گفتم مادر حال چی میشه؟ حال میخوای دوباره مرا در کدام افغانی بیتی که بازم تعذیت کنه برای یک مسئله کوچیکی که گفتم من یک دختر خراب نبودم، چیز جور کردن مرا، آخر مجبور شدم بچه ایلا کردم، بچه ما گرفته بردن. کت مادرم بسیار در تندی گپ زدم که دیگه رفتم در اون اتاقم که مادرم آمد که بیا زنگ تلفن رو بگی، فکر کنم همون زن است دوباره، بگو بیایی. خب استاد ما دوباره زنگ زد، گفت چی کنیم، چی میگین، بیاییم شو یا نبیاییم؟ اگه میخواین که ما با برادرم میاییم، اگه میگی نه تنها بیا تنها میاییم. گفتم نه برادر تنها بیار که فامیل ما خوب افغان است، یک دفعه رگ غیرتشان گل نکنه دلم. گفتم نه تنها بیا. خب خلاصه پیش از او در مادرم گفتم مادر نمینا خوب آدم هاست، قبول کن فقط بچه شان رو ببینیم کافی هسته. مادرم گفت سیسته. استاد ما آمد و قصه کرد و یکم شیرینی آورده بود و قصه کرد و گفت که ما از شما اجازه میگیرم که برادرم بیای و پدرش رو شما برادر ما ببینیم. کی هسته پدرشان که ما برادر ما بیارم و برادر ما ببینید که انشالله ما بیاییم همه دو تا جوان ده هم دیگه برسانیم. برادر ما هم زنش طلاق شده و دختر شما هم که طلاق گرفته. بر ما هیچ مشکلی نیست. ما خیال میکنیم این دستگول هنوز دست نخورده هستن. یک زبان شیرینی دارم میگه خواهر شوهرم که یعنی او سرش ناپیدا. خب خلاصه ما گفتیم باش، با مادرم گفت با پدرش گپ بزنم، باز برای شما خبر میتونم. نمبر تلفن گرفتیم و خو خبر نداشت که ما وقت برادر زیر دیدیم و قرار مانده بودیم که دوباره فردا همدیگر رو ببینیم. اینا که رفتن مادرم برام گفت که دختر دوباره برات از تو میپرسم، ایرانی دوباره تو رو بدبخت نکنه. گفتم مادر هر طوری باشه از افغان کده بدبختر نمیکنم. خب خلاصه فردای اون روز دوباره ما و شوهرم قرار مانده بودیم و که همدیگر رو ببینیم و رفتیم و بر ما کلیم خرید کرد و ولی از ترس مادرم گفتم اینا رو در پول خودم خریدیم. مادرم هم کلی مرا جنگ کرد و که تو پول نداری چرا خرید کرده، دختر بدخرجی نکو، پیسه که پدرت میته برای درس و یک چیزای دیگه بان، رفتی یک جای کالا خریدی. خبر نبود که او را شوهر آیندهم خریدم. خب خلاصه قرار ماندیم اینا که بیاین روز جمعه و پدر و برادرم و کاکایم که بودن نزدیک خانه ما بود و بیاین که اینا را ببینن. داماد آمد و با کرتی پتلون بسیار مقبول، سرمه تیره و بلوز سفید و خب خلاصه یک خود بسیار فشن هم کرده بود آمد خانه ما و من چای بردم برای از اینا و
چای خور گرفت از دست من یک لبخند زد و پدرم و کاکای من تو چار چشمه طرف اینا میرید. بسیار دفعه اول در دل مادرم شیش چی یک بچه مقبولی، چی یک متو مرتب، نام خدا هم تو خوب مقبول. خواهرش ما گفتم چقدر مقبول بوده، ای برادرش بیخی مقبول بوده. مادرم هی میامد داشت پس خانه تعریف میکرد. خب خلاصه پدرم گفت وقتی دختر و مادر راضی باشه ما هم راضی هستم، ولی ما شرط و شروطی داریم، باید شیرینی خوری شوه و چون دختر ما طلاق گرفته و ما شیرینی خوری میکنیم و توی میکنیم. همه را اینا قبول کردن، گفت هر شرط و شروطی دارین ما قبول میکنیم، دیگه چه شرط. پدرم متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم گفت ما افغانا شما خو میفهمین پول بسیار کلان میگیریم، ولی چون دخترم طلاق گرفته ما شما پولی نمیگیریم، به شرطی که دختر ما را بچه تان نگویه که جایت بد است و به قیولت بشه. که هر باری را میگفت و ای خنده میکرد، میگفت مگه ما دشمن میبرم برای خود که ای را بگویم که اذیت کنم، ما یک کس میبرم برای خود همسفر میبرم. آهسته آهسته میگفت و که زیاد پرو هم معلوم نشوه و همچنین. خب خلاصه خارسارا ما او شو دیگه تقریبا مثل گفته افغان ها اینا شیرنگگ گرفتن و رفتن و بعد از 3-4 روزی که بین خود یک لباس باز خریدیم و عقد کنونی ما شد. عقد کنون هم تو یک عقد کوچک گرفتیم بین خود ما و خانواده کاکایم بود و ما بودیم و یک ماما داشتیم و یک دو سه تا دوست ما و یک کم فامیلی از اینا دیگه. خوب اینا ما عقد که شدیم از پدرم اجازه گرفت، گفت من میخواییم که زن مبو برم شیراز نشان بتم. بعد پدرم اول اجازه نمیداد، میگفت که نه ما رسم نداریم. بعد هرچی بود مادرم و مامایم قانع کرد که اینجا ایران است و اینا عقد شدن نکاح شدن، بان برو بگرده کل افغانا میگردن. همی داماد سابق ما چقه میامد خانه ما خو میکرد و دختر میرفت خانه شان، حالی که یک ایرانی داماد تو شده قیدگیری های تو شروع شده. خب خلاصه اجازه را از پدرم گرفتیم و ما رفتیم خانه شوهرم. رفتیم و بچه شدیدم، یک بچه مقبولکی که انگار که بچه من از پیش من برده، اینمی بچه خودم شد. رفتم خانه اینا تقریبا یک 10 روز در شیراز بودیم و مهمانی ها را خوردیم و ایش می آمد و ما را مهمان میکرد و ایش می آمد مهمان میکرد. یک مردمی خوبی خوب خلاصه ما را پس آورد و خانه بابیم قرار شد که ما ماه اول ماه دیگر که یعنی یک ماه دیگر باید بود آروسی کنیم. برای پدرم گفت که هیچ چیز جز و جهاز برای دخترتان نمی کنین، ما تمام چیز دارم، فقط اگر دلتان میشه یک بستره بکنین و بس. که اینا مادرم گفته بود نه ما دختر ما به جز نمی کشیم. و برای پدر ما یک مقدار برای مادرم شربه ها داده بود و برای رسم و رسوم ما بود که برای کل فامیل ما کالا بکنه، اونا را پیسه داده بود برای مادرم که برای هر کدامشان خودتان بخرید. ما نمی فهمیم تو رسم ما را. خوب خلاصه عروسی کردیم و رفتیم خانه اینا. خانه اینا رفتیم، یعنی زندگی ما از نو شروع شد. یک زندگی آرام خواهر سارا، یک زندگی به درد سر، نه جنگ و نه کدام خشونتی، نه کدام پرابلومی. شوهرم ظرفا را با من میشوشت روزای اول، غذا را خودش پخته میکرد، من را میگفت تو فقط ببین اگر دلت شد کمک بگو، اگر نشد نه، من تو را برای زین آوردیم که تو کار خانه مرا بکنی، من فقط تو را همسفر آوردیم و من آرزو داشتم که یک زن افغان بکنم که زنم فقط زن خانه باشه و فقط زن من پیش من بشینه و از من دور نشوه. همی هم شد. بعد از 4-5 ماهی من حامله شدم در خانه اینا که من یک دخترک در دنیا آوردم که بچه اینا را مثل بچه خودم کلان کردم خواهر سارا. و خب خلاصه دخترم از پشت دختر یک بچه دیگه کردم که دیگه شوهرم گفتم این 3 تا بس است، ما 3 تا اولاد دیگه نمیخوایم، دیگه نمیخوای که اولاد کنی که تو خراب میشی و اندامت خراب میشه. یک دختر و یک بچه هم از ایشویم دارم که یک بچه ما او برد و بچه شوهرم هم که بچه خودم میرم کلان کردم. خواهرزاده ما در بچه شوهرم گرفتم که یک جای زندگی میکنیم، در یک خانه هستن. خب
سالها گذشته دیگه، تقریبا شاید 20 سال را تعریفش میکنه، 20 سال پیش. خب دختر خواهرم دمی بچه‌م گرفتم، بچه شوهرم و دختر خودمم که هست ای را در بچه ننویم دادم، در یک ننوی دیگه. و ما ریلیشنشیپی که با ایرانی ها دارم، یعنی قدر ما بین خود خوب هستیم خواهر سارا، که ما تا حالی از دان اینا نشنیدم که یک وقت گفته باشم افغانی آشغال گفته باشه، افغانی مردار گفته باشه، یا چتل گفته باشه. من زندگیم بسیار خوب است و خواستم از زندگیم برای تعریف کنم برای خواهر سارا که قدر خوش هستم. عروس من دختر خواهرم است و داماد من بچه ننویم و بچه که دیگه مام که فعلا نمچه جوان شده ایران میخواییم که از یا دختر برادر ما بگیرم یا از خواهر ما بگیرم، که شوهرم میگه از فامیل خودت بگیر که چون شماها را ما بسیار خوش داریم، مردمی بسیار خوب هستین و بساز هستین و دخترهایی هستن که در خانه میشینن و زندگی میکنه. خواهر زادیم که عروسم هست یک دختری با تربیه و با ادب است که بسته فامیل شوهرو نام ای را گرفتن نازنین گفته، یعنی خودم میکشن. هر کدامشان میان میگن نازنین خانم ما بسیار دوست داریم که عروسم هست. خواهر سارا من امروز خواستم برات حقیقت بگویم. بعضی وقتا اینمی افغانای ما که طلاق میگیرن دوباره بر میگردن با یک افغان دیگه عروسی میکنن، روزگارشان بدتر میشه. خب زیادتر سعی کنین اگر خواستگار ایرانی داشتین با ایرانی عروسی کنین. خب گپ تا اینجا کشید و من از اینا پرسان کردم که وضعیت افغانا را میگه در ایران بسیار ایرانی ها خراب کردن. قصه را شنیدین که بسیار تعریفات از خانه و زندگیش کرده و از خودش تا امروز که میگه صاحب عروس است و صاحب داماد، هنوزم که هنوز شوهرم مرا امید تو نکرده. شوهرم دو زدن بلد نیست، یاد نداره، جیغ زدن یاد نداره که هر بزنه در خانه در آیا که تو چی کرده. صبح از خواب میخیزه، طوری از خواب میخیزه که من بیدار نشوم. اگر من بیدار نشوم خودش میره چای میمانه و چای دم میکنه و بخاطر کار خودش صبح زود میره. بعد که من میخیزم میگم چرا من رو وقت بیدار نکرده، میگه نه تو خوکو، خب من یک چای خودمام جور میکنم. هیچ وقتی در سر من فشار نمیاره، زور نمیکنه، بد نمیگه، بدگویی نمیکنه. چکر میریم، خانه مادر میشان میریم، میگردیم، پس میاییم. شیراز میریم، تهران میریم، اصفهان میریم، فامیلای ما هست. هر کسی که مرا میبینم میگه تو دختر چانس آوردی که با ایرانی عروسی کردی. فلانی با ایرانی عروسی کرد روزش نه تو بد شد، فلانی با ایرانی عروسی کرد روزش نه تو بد شد. برش میگم که توی قدر تعریف میکنی، میگه افغانا را زیاد در ایران اذیت میکنم. میگه خواهر سارا خدا شاهد اگر من پیش تو تعریف کنم تو که افغان هستی بدت میآیه. میگه میری درون پارک میبینی یک لشکر کلاهای چاک در سرشان است، در پیش کلاهشان چک، مویا تا اینجا، ریش نیقه، پرانتونبان، پرند دراز، پایچا کوتاه، میگم درون پارک میگردن. کتمو کالا پاسپورت میگیره. خب طالبا رو آن میکنه، میگه اینا را کل ایران فهمیده که اینا را طالبا ویزا میتن، برشان پاسپورت میتن که بورین. میگه درون پارک میریم میترسیم، اولادای ما میترسن. میگه کت اونمو کالا، اونمو رقم و رفتار از خاطر اینا دیگه افغانای مظلوم دیگه را پلیس ایران میگیره. وقتی که اینا را از اینا چیز میپرسه کدام افغان دیگه که اونجا هست و هم در دام از اینا برابر میشه. میگه مشهد چه؟ میگه مشهد از او بدتر است، تهران از او بدتر است، در زیارت میری اینا هست. خدایا میگم زمانی که ما بودیم که تو کلا ملاچک نبود، میگه کلشان انگار خیال که تمامشان طالب هستن. گفتم ببینید دیگه تیر رو برای چی؟ گفتم سه نشان زد. میگه اول که ریلیشنشیپی که ما با ایرانی ها کردم داشتم، زندگی بسیار راحت و خوب دارم، خدا را شکر مردم بسیار خوب هستن. دو من که ای گبایی که میزنن که افغانا زیاد دپورت میشه فقط به خاطر ازی است که مردم از طالبا ترسیده. میگه طالبا آمده کشور ما را بخی مردار رو چتل کرده، نه ترسیده، اینی بعدشان میایه، ترگشان میایه. مردم میگه
اینا دخترها را در مکتب نمیمانه، اینا زنها را کار کردن نمیمانه، اینا آمده در کشور ما با این کالا ما را میترسانه. میگه خواهر سارا رفته بودیم زایندرود، اصفهان زایندرود یا همچین چیزی، یک جای رفته بودن در اصفهان. میگه باور کو از بس که اینا زیاد بود، ما از ترس همیشه ما میرفتیم درون یهو در میامدیم و دخترها میرفت و بازی میکرد و اینه که یک دیگه شان شوخی میکرد. میگه از ترس من اینا رو میگفتم سعی کنیم در صدای بلند نخندیم، چشما اینا میقم قصرمه کرده. میگه میترسی آدم، اصفهان پور است، تهران پور است خواهر، در هر جایی که بوری مشهد پور است. میگه مردم دیوانه شده، یعنی مردم های قبل کسی اذیت نمی کنه، کسایی که در ایران از قبل بوده کس اذیت نمی کنه، دیپورت نمی کنه، اینا را دیپورت می کنه. اینا باز در هر جای میگه که افغان ها را دیپورت کرده، اینا میای دزدی می کنه، اینا میای مردم می کشه، اینا میای تجاوز می کنه، اینا نفرای طالبا هستن. ما میگه من قسم می خورم که آدم های بیگناه هیچ وقت مردم اذیت نمی کنه، هر چی هست اینم نه هست. خوب عزیزان دل، داستانی خواهر ما را شنیدید و هم درباره مردم داخل ایران هم شنیدید. قسم خورده میگه تمام ایران هر جایی که بگردی در درونی بس سوار شوی هم اتوبوس، میگه میبینی که دو دانه کلاچک یا کلاپاره هم نایی که کلاشان قبلا هم و یکان تا را میدیدیم میگفت از قنداره از دو سر میکرد، یال بیخی بسته افغانستان اونا گرفته. میگه اون از اونا میایم، خب میترسن، هر کسی باشه میترسن. میگه از این روز اینا رو دپورت میکنه، ببینی روز دیگهش پس میایم. خب طالبا برشان ویزا میدن، شاید دویزا میایم، شاید هم یا شاید هم اونا دویزا میایم، اونا رو کس کار ندارن، در اون شهر آزاد آزاد میگردن. بندای خدایی که در قچاقی میایم اینا رو دولت میگیره، کار اونا میکنه و اینا در داشتران میسازن. ببینید، و اگر ما بار براتان گفتیم زمانی که ما بودیم مردم ایران بسیار راحت قبول کرده بود افغان ها را، چرا امروز جورنالیستش میگه افغان تروریست است؟ اگر ببینی یک کلان کسایی که هست دمی کنگریسش کار میکنه میگه افغان تروریست است، هر کسی که هست حال امروز افغان ها را دو میزنه. چرا قبل تو نبود؟ قبلن هم دپورت میشد، آدم های بعد، آدم هایی که یک ذره بیستور بود میگرفتن، ولی تو که امروز ها آوازه است که وای کشت و وای دپورت کرد و وای دیگه کرد، که البته دپورت میکنن. میگه از خاطر اونا اونا هر بیکار ده که ببینه دپورت میکنه، کاری اصلی رو اونا میکنه. ترس اونا انداخته در بین مردم که زن و بچه مردم میترسه. میگه شمال بریم لبای دریا از اینا پور هستن، شکر میرن. یکی آوازه است در افغانستان، اونجا خو آوازه است، میگه در ایران سیغه میکنه، اینا هم خو سیغه را نمیفهمه. اینا میگه بریم اونجا فایشه خانه هستن، من راست میگم برتان، میگه بریم اونجا آزاد میریم هر کار میکنیم، و پول دارن پیسه دارن، تمام عمر دزدی کده خوردن. خب قصه حال دیگه دوباره اولب نمیرم که اعصابم خراب میشه، باز دوباره اینجا شروع میکنم ملا رو دو زدن. خب عزیزان دل، قصه خواهر ما را شنیدید از ایران که داستان زندگیش را فرستاده و گفته خواهر سارا چنین چیزی که مردم بیرون از ایران میشنون و در بیرون از ایران تبلیغ میشه نیست، هر چی خراب کرده طالبا کاری کرده که اونا را روان کرده که باش مردمی هزاره را اینا دپورت کنن و بزنن و بیاین که مردم هزاره آواره شون و ما اونا را بکشیم. از نظر ما همین قسمت است. خواهر ما خوب نامی از هزاره نگرفته چون خودش هزاره نیست، ولی طوری که ما برداشت کردم ای هست، طالبا میگه شما برین، شما مردم ایران را برین بترسانین که اینا هر چی که بیکار و در بدر هزاره بود روان کنه که ما اینا را همونجا قتل عام بکنیم. خوب عزیزان، داستان شنیدید، خداوندیار و نگهدارتان تا روز بعد و روزگار بعد و همچنین داستانی خوبی دیگه، شما رو به خداوند پاک میسپارم. خوش باشید، امیدوار هستم خواهر ما با شوهرش همچنین زندگی را خوش و خرم داشته باشد تا روز که هست.
در پهلوی هم دیگر زندگی خوب و خوش داشته باشن که هیچ وقت اینا ناراحتی نداشته باشن. این بود از داستان امروز که از خواهر افغان ما، خیال نکنین هزاره است، ها هزاره نیست، یعنی حال یک چهار تایت باز میشین میگه ها هزاره است که ایرانی را گرفته، هزاره ها ایرانی را میگیره، پشتونا را هم اگر هزاره بگیره ایرانی بگیره میگیره، اگر تاجیکان باشه میگیره، ازبکان باشه میگیره. من خیلی ها را میشناسم که شیعه نیستن، شوهر ایرانی دارن در همین امریکا و اروپا. دنبال چی میگردم؟ دنبال ریموت. خب عزیزان دل، خداوند یار و نگهدارتان، تا روز بعد، روزگار بعد و قصه خوب دیگر، شما رو به خداوند پاک و یکتا می‌سپارم. خدا حافظتان.